به نام خدا سلام شاگردای خوب صنف هفتم وقتتون بخیر امیدوار هستم که حال همه شما خوب باشد، درس گذشته ایتان به خوبی خوانده باشیم. امروز ما و شما در پنجمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هفتم هستیم در ابتدا یک ارزیابی از درس گذشته ما و شما داشته باشیم باز هم یادآوری میکنم اگر کدام جایی از درس گذشته یا از درس امروز ما برای شما سوالی پیش آمد از طریق شماره واتساب دو سفر 964 و 255 چهل سیزده با ما همراه باشید سوالاتتان مطرح کنید انشاءالله ما به سوالات شما پاسخ میدیم خب برای ارزیابی درس گذشته در صورت سوال ما به مهمترین نکات درس قبل اشاره میکنم کنم که شما هم به خوبی به اونها پاسخ بدید سوال اول انساج بشروی در چه نواحی از بدن دیده میشه انساج بشروی در چه نواحی اگر به خاطر داشته باشید ما در جلسه گذشته در رابطه با انساج حیوانی به طور مفصل با یکدیگر گفتگو کردیم انساج بشروی بخش های خارجی و سطح حفرات داخل بدن و کانال های داخل بدن ما و شما را می پوشن. سوال دوم از نظر عملکرد و ساختار چند نوع عضله داریم آفرین به شاگردایی که درس گذشته را به خوبی خوانده ما سه نوع عضله داشتیم عضله لشم عضله قلبی و عضله اسکلتی سوال سوم انواع انساج ارتباطی را نام بگیرید انساج ارتباطی گفتیم یادتان می آید؟ بله شامل استخوان، ازروف و خون بود و سوال چهارم از و سیستم را تعریف کنید اینا مهمترین نکات درس گذشته بود امیدوار هستم که اینا را براحتی پاسخ داده بتونیم اما امروز در فصل جدید بیولوژی سنف هفت ما و شما در رابطه با عملیه های حجروی با یکدیگر دیگر رو گفتگو میکنیم همونطور که میدانید وقتی حجره رو برای شما شاگردای خوب تعریف کردیم گفتیم که حجره به عنوان کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی بدن موجودات زنده هست این به چه معنا هست؟ من برای شما مختصرا و بسیار کوتاه یک تشریح کوتاه برش دارم دقت داشته باشید وقتی میگیم حجره به عنوان کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی حساب میشه پس مهمترین عملیه های بیولوژیکی در داخل حجره انجام میشه مانند تنفس مانند انرژیزایی مانند تکسر حجروی حالا ما و شما امروز در رابطه با یک پدیده بیولوژیکی بسیار مهم که عبور و مرور مواد به داخل حجره هست صحبت میکنیم که این مواد چگونه وارد حجره میشه یا به عبارت چطور از قشای حجروی عبور میکنه و به داخل حجره وارد میشه و اصلا قشای حجروی ما و شما چگونه مواد را اجازه ورود میده و چگونه به بعضی از مواد اجازه خروج میده یکی از مهمترین راه های انتقال مواد به داخل حجره عملیه انتشار هست عملیه انتشار شما در طول روز در زندگی روزمره زیاد با او سر و کار دارید تصور بکنید همالی که همه ما و شما ششته باشیم اگر در داخل خانه های شما خواهر یا برادر شما سر بوتل عطر باز کنه بدون از که شما نگاه کنید که این بوتل در کجا هسته بعد از چند دقیقه بوی از این اطر در کل خانه های شما پخش میشه و شما بوی اطر میفامین این چه اتفاقی افتاد؟ اطر از داخلی یک بوتل به فضای داخل خانه های شما منتشر شد حالا یک مثال دیگه هم برای شما میزنم که همینطور که در شکل امروز شما میبینید در دا داخل یک گلاس آب ما یک حبه قند یا یک تکه قند در دا داخل آب میندازیم کم کم خوب ایره دقت میکنیم میبینیم که همین قند تکه تکه میشه و به داخل آب منتشر میشه به طوری که اگر از شکل آخر ما یک قطره از آب بخوریم شیرینی آب در تمام قسمت های ازی درک میکنیم خب ایره به او عملیه انتشار گفته میشه در عملیه انتشار مواد از محیطی که تراکم زیاد داره یعنی در جایی که تعداد مولکول های زیادی از گازات یا مایعات در اونجا هسته به محیطی که تراکمش کم هست به طور خود به خود حرکت میکنه این پدیده ای انتشار میگه خب شما میدانید گاز و مایعات همیشه مولکول های از اینا در حال حرکت و جنبش هسته ما مواد مختلفی را در دا داخل حجره داریم که به طبق پدیده انتشار وارد و خارج میشه مانند گازهای تنفسی اکسیژن و کاربون دایوکساید حالا ما برای شما شاگردای خوب ایرا ده حجره که به یک واضح برای شما تشریح کنم که چگونه اکسیژن و کاربون دایوکساید در حجره وارد و یا از حجره خارج میشه در جلسات گذشته ما و شما خواندیم که حجرات حیوانی قشای حجروی از اونا دو طبقه هسته ما یک تیکه از این قشا حجروی را در زیر مایکروسکوپ قرار میدم و ای را برای شما کلانتر و بزرگتر نشان میدیم اگر به یاد داشته باشید گفتیم قشای حجروی دو طبقه هسته ایشالله در سالهای بعد سنوف بالاتر با ساختار کیمیاوی قشا به طور مفصل آشنا میشید اما امسال همی قدر یاد داشته باشید و بدانید که در این قشا دو طبقه حجره ما همه مواد اجازه وارد شدن و یا همه مواد اجازه خارج شدن ندارند. این یک حجره هست من فقط یک تیکه از این قشا را برای شما که وقت شما زیاد گرفتن نشه خب ما مویرگ خونی را داریم در دا داخل بدن ما شریان ها را داریم که شریان ها و وریدها که سالهای بعد با اونا آشنا میشید همین قدری را ما برای شما بگم بدانید شریان در دا داخل خودش خون اکسیژندار داره یا خون روشن داره و وریدها خون کاربون دایوکساید یا خون تیره را داره خب ما و شما به عنوان جاندارانی هستیم که گردش مواد ما و شما بسته هست ای به این معنی است که هیچ جایی از بدن ما و شما خون از داخل رگ خارج نمیشه شاخه شاخه میشه اما خارج نمیشه اما در حیواناتی نظیر ماهی ما گردش مواد بازه داریم شکم ماهی را که باز میکنیم در داخل حفره شکم از اونا مواد سیاه رنگی هسته این به خاطر ازیه که خون در سیستم گردش مواد باز از داخل رگها خارج میشه خود به حجره ها میرسانه مواد دیره که حجره نیاز داره به حجره میده موادی را که حجره نیاز, نیاز نداره از حجره میگیره و از بدن از اونها خارج میکنه اما ما و شما سیستم گردش مواد بستر داریم اینج که شما ببینین شریان این سرش ورید میشه اما اینا باز نیسته بلکه در ما از اینها شاخه های کوچکتری وجود داره به نام ورید این وریدها سطحی هست که مواد لازم از او خارج میشه به حجره میایه و مواد زاید دوباره جذب میشه وارد ورید میشه میره در قلب و در قسمت های دفعی بدن اگر گازات هسته از طریق شوشها از بدن خارج میشه اگر مایعات هسته از طریق گرده ها از بدن خارج میشه و اگر جامدات هسته از طریق سیستم حازمه و از امعای ما و شما به شکل مواد قایته خارج میشه ما و شما امروز در رابطه با پدیده انتشار صحبت میکنیم در داخل شریان ها تعداد زیادی ما گاز اکسیژن داریم این قسمت همو بوتل عطر ما و شما باشه در یک فضای اکسیژن زیادی داریم به طور خود به خود اکسیژن ها از منافذ و سوراخ هایی که در ورید مویرگ های این وریدی در مویرگ وریدی وجود داره خارج میشه خودشان میرسانه به نزدیکی قشای حجروی این قشای یک حجره هست ما میلیارد ها میلیارد حجره داریم خب اکسیژن در محیط بیرون زیاده و در دا داخل حجره ما اکسیژن کم است اکسیژن کم داریم طبق پدیده انتشار به طور خود به خود اکسیژن ها از جایی که زیاد هستند وارد میشه به جایی که اکسیژن کمه ایرا میگن پدیده انتشار و برعکس از در دا داخل حجره کاربون دایوکساید زیاده عملیه های حجروی انجام شده تعاملات بیولوژیکی انجام شده به عنوان یک ماده زائد و دفعی کاربون دایوکساید تولید شده حالا این کاربون دایوکساید باید از داخل حجرات خارج شود وگرنه به خودی از این حجره آسیب میرسانه کاربون دایوکسایت در دا داخل حجره زیاده اما در دا داخل ورید ها هنوز کم هسته پس طبق پدیده انتشار به طور خود به خود کاربون ها خارج میشه و خود میرسانه به داخل ورید و از اونجا به قلب میره و از قلب به شش ها میره و از طریق تنفس ما نفس کشیدن ما و شما در محیط مبادله میشه این که اینا چطور خارج میشه و چطور وارد میشه هم احتیاج به معلومات بیشتر بیولوژی هست که انشالله در سنفای بعدی این را خوب میخوانیم. پس شما و شما پدیده انتشار به خوبی یاد گرفتیم انتشار حرکت مواد از یک جای پر تراکم جایی که زیاده تعداد مولکول هایش زیاده به جایی که تعداد مولکول ها کم است و به طور خود به خود یک کار انجام میشه و او پدیده انتشار گفته میشه گازات مولکول های آب اینا چیزایی هسته که در حجره طبق از این پدیده وارد و یا از حجره خارج میشه غیر از پدیده ای انتشار ما یک پدیده دیگر هم آشنا میشیم با او به نام پدیده آسموس پدیده آسموس بیشتر در مایعات دیده میشه انتشار آب از یک پرده نیمه قابل نفوذ آسموس گفته میشه حالا ما و شما ای را بیشتر میخوانیم نیمه قابل نفوذ یعنی چه؟ اگر یک پرده سوراخ سوراخ باشه دارای یک سری منافذی باشه که یک سری از مواد از او عبور کنه اما یک سری از مواد عبور نکنه این پرده نیمه قابل نفوذه اگر کامل باز باشه که همه ای مواد از او رد بشه میشه قابل نفوذ اما اگر ای سوراخ سوراخ و منفذ دار باشه که بعضی از مواد از او عبور بتونه میشه نیمه قابل نفوذ ایراد شما ان در مبحث فیزیک هم با این آشنا میشی این پدیده را تحت عنوان پدیده آسموس گفته میشه که آب بیشتر از همین طریق وارد حجرات بدن ما و شما میشه در این شکل یک آزمایش را برای شما ترتیب داده شده که تصویر از او را میبینین در یک ظرفی که از دو طرف به یکدیگر راه داشته باشه و در ما بین از اینها یک قشا یا یک پرده نیمه قابل نفوذ یک پرده جال منفذدار و سراخدار ما قرار بدیم در یک سمت از این آب و نمک قرار بدیم اینجی شامل آب و نمک هسته و در قسمت مقابل از این آب تنها و آب خالص باشه خب ذرات مالکول های نمک به داخل آب منتشر میشه طبق پدیده انتشاری پخش میشه و این سمتی راست ما و شما که آب خالص هسته تعداد مالکول های آب زیاد هسته. بنابراین مالکول های آب از سمتی که تعدادش زیاده به سمتی که تعداد از اونها کمه به طور خود به خود کشیده میشه. این به نام پدیده اسموس یاد میشه. اما ما و شما این را از کجا تشخیص بدیم؟ اگر به مرور زمان اینج تعمل کنیم یک چند دقیقه می بینیم که ارتفاع آب در داخل همین ستونی که آب خالص داره کمتر و کمتر میشه هی ای آب به سمت پایین حرکت میکنه اما در سمت مقابل ازی آب به سمت بالا حرکت میکنه این اختلاف ارتفاع از یک طرف پایین می و از طرف دیگه به سمت بالا حرکت میکنه این نشان دهنده از این هست که مولکول های آب از او قسمتی که تعدادی از اونها زیاد بود به طور خود به خود به داخل بخشی کشیده میشه که تعداد مولکول های آب کم است خب این که یک آزمایش بود اما در پدیده های زیستی یا بیولوژیکی چگونه پدیده اسموز ما برای شما تشریح میکنم دقت کافی را داشته باشید که آسموسیس و آسموس هر دو به یک معنی هسته و حتی اسموز هم در جای های ما در کتاب های علمی را میخوانیم پس آسموسیس آسموس و آسموس همه یک چیز هسته ایشالا کتابچه های که مطالعه کنید هر دو کلمه رو میبینید. پدیده آسموسیس در نباتات هم میخوایم تشریح کنیم این ساقه یک نبات هست ساقه هست میدانید شاگردای خوب که او بخشی از یک نبات که به داخل زمین قرار داره و رشد میکنه چی نام داره؟ آفرین ای ریشه نام داره حالا ما برای شما بچه شاگردای خوب یک تیکه از این ریشه را در زیر مایکروسکوپ بزرگ میکنم تصویر بزرگ شده ایش برای شما میکشم که برای شما قصد از ما همیه که طبق پدیده آسموس عبور آب نشان بتیم این یک تکره بزرگ میکنیم حجرات نباتی در جلسات گذشته به طور مفصل آشنا شدیم که این حجرات نباتی یک ساختارهای هندسی شکلی رو داره کامل کراوی مانند حجرات حیوانی نیستن اینجا آب هسته ما و شما روی خاک آب میریزیم های آب ده بیرون زیاد است و داخل حجره ما سایت و پلازم داشتیم سایت و پلازم خب شاگرده خوب یادتان میاد که گفتیم سایت و پلازم چی بود آفرین تعریفش گفتیم سایت و پلازم یک مایه نیمه جامده و شفاف نیمه جامد یعنی نه کامل مایه هست و نه کامل جامد هست نیمه جامد هست این سایتو پلازم نسبت به آب قلزتش بیشتره یعنی قلیزتر هست خب پس تعداد مولکول های آب در بیرون بیشتر و در داخل سایتو پلازم کمتر هست این سایتو پلازم ما و شما معادل همو محلول آب و نمکی بود که تصویر برای شما از روی مانیتور نشان دادیم مولکولهای های آب به طور خود به خودی وارد این حجره میشه این حجره نباتی حالا دیگه آب این آمده زیاد شده قلزت سایتوپلاسم دزی حجره اول که آب گرفته نسبت در حجره بعدی که هنوز آب تازه نرسیده کمتره اینجا آب کمتره خود آب بیشتره قلزتش کمتر میشه اینجا قلزت کم تره خب در دا داخل از این حجره دوم ما سایتو پلاس میش، هنوز قلیز هسته چون هنوز آب در اینجا نرسیده آب طبق پدیده اسموس از این قشا نیمه تراوا همی قشای حجروی رو میگه از اینجا خود رد میکنه و به داخل سایتو پلاس میرسانه حالا باز این حجره دوم قلزتش کمتره نسبت به حجره سوم همینطور دست به دست میشه مولکول های آب تا خود از ریشه به داخل ساقه میرسانه که باز انشاءالله در سالهای بعد میخوانیم که یک ساختارهایی هم به داخل ساقه ما داریم که این آب را از زمین میگیره و به ساختمان های بالای گیاه من جمله ساقه ها، ریشه ها، ساقه ها، شاخه ها ببخشید و برگ ها میرسانه پس این پدیده آسموس یا آسموسیس بود عبور آب از پرده نیمه قافل نفوز اگر این قشای حجروی ما کامل باز بود تمام آب وارد می شد اما این نیمه قابل نفوذ هسته خودش به داخل حجره می رسانه قلزت سایتو را کاهش میدن نسبت به حجره بعدی پس خود به خود کشیده می شه دست به دست می شه مالکول های آب تا به همه قسمت های یک نبات برسه ما در طول روزمره پدیده آسموس یا آسموسیس به خوبی و زیاد می بینیم اما شاید تا به امروز ما و شما دقت نکردیم پدیده آسموسیس در نباتات سبب دو پدیده دیگر میشن که اولی از اونا تورژسانس نام داره پدیده تورژسانس به یک کلمه برای شما بگم همو تراوت و تازگی و شادابیه زمانی که مالکول های آب در حجرات نباتی دست به دست میشه و هجره ها را پر از آب میکنه برگ های نباتات همینطور برافراشته و صاف قرار میگیره یا به عبارت این نبات ما شاداب و سرحال و تازه دیده میشه برگ ها برافراشته هسته افتاده نیستم اما در ظهر که نزدیک میشه و هوا گرم میشه ما پدیده تورجستانس دیگه کم میبینیم بیشتر پدیده پلاسمولیزه میبینیم همونطور که در تصویر اینجا میبینیم در پدیده پلاسمولیز برگ ها حالت افتاده داره چرا افتاده چون اینها آب خود از دست داده و به صورت چملوک در آمده خروج آب از حجرات نباتی در نباتات سبب پدیده پلاسمولیز میشه و این پدیده را ما در ظاهر نبات به صورت چملک شدن برگ ها ما شما میبینیم در ابتدای صبح در اول روز که هوا خنکتر هست و آب در گیاه وارد میشه تورژسانس و در انتهای روز یا در مابین روز در زور که دمای هوا بالا میره و هوا گرم میشه این آب از حجرات نباتی خارج میشه حالت چملک و پلاسیده به خود میگیره و برگ ها حالت افتاده داره ما گفتیم در دا داخل حجره عملیه های بیولوژیکی مهمی انجام میشه یکی از اون عبور مرور مواد بود ره که ما با شما خواندیم عملیه بعدی بسیار مهمه برای نبات اما این چی ای عملیه هست عملیه حیاتی و بسیار مهمی را ما در نباتات داریم به نام عملیه یا پدیده فوتو سنتز شاگردای خوب ما دقت کنید فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ساختن یعنی ساختن به کمک نور یک نبات چی می‌سازد در پدیده فتوسنتز که اشالا باز در سنفای بالاتر ایرا یک نام دیگر هم برای این میده به نام ترکیب زیایی نباتات ما و شما برای خودشان غذا سازن برای همی هسته که ما نباتات جزء تولید کنندگان حساب میکنیم یعنی چی؟ یعنی نباتات از نظر غذایی وابسته به دیگر موجودات زنده نیستن خب این پدیده فتوسنتز در نباتات انجام میشه نباتات انرژی موجود در نور آفتاب گرفته و تبدیل به انرژی کیمیایی میکنه و زمانی که یک موجود گیاه خار گیاه هم میخوره این انرژی کیمیایی وارد بدن این موجود میشه و در اونجا این انرژی آزاد میشه مقداری از این انرژی صرف فعالیت های زیستی یا بیولوژیکی خود از اون موجود میشه مثل تنفس کردن مثل تولید انرژی مثل تکسر رشد کردن و مابقی از اونها از او انرژی در بدن از جاندار گیاهخوار ما ذخیره میشه و ای در زنجیره های غذایی دست به دست میشه پدیده فتوسنتز یا ترکیب زیایی در کجای یک نبات انجام میشه چی چیزی نبات ما برای غذاسازی به خود نیاز داره و چی چی چیز را برای ما تولید میکنن خب شاگردای خوب ما یک کمی در رابطه با پدیده فتوسنتز بیشتر بدانیم بد نیسته پدیده فتوسنتز محل انجامش در نبات در برگ هست این یک برگ یک نبات هسته. در داخل از برگ تعداد بسیار زیاد حجره نباتی ما و شما داریم دا داخل به عنوان مثال در دا داخل یکی از این حجره های نباتی ما و شما یک اندامک یا یک ارگانول کوچک داریم به نام کلوروپلاست کلوروپلاست در دا داخل از این حجره های نباتی ارگانول های زیادی را داریم اجزای زیادی را داریم که در درس قبل با بعضی از اونها آشنا شدیم حالا یکی از اینا است. ایره چرا ما برای شما مثال میزنم چون همی کلروپلاست هسته که محل کلروپلاس کلروپلاست دانشمندای علم بیولوژی بیشتر آمده تحقیق کرده دیده که کلروپلاست خود از این هم یک قشای دو طبقه داره در دا داخل کلروپلاست یک سری خریطه هایی داریم که روی همدیگه قرار گرفته و این خریطه ها به صورت افقی هم به یکدیگر راه داره انشالله در سالهای بعد با ساختار از اینا بیشتر آشنا میشیم در داخل از این خریطه ها ما یک رنگ دانه های را داریم به نام کلورو فیل چی نام داره؟ کلورو فیل همه کلورو فیل که باعث رنگ سبز در نباتات میشه این کلورو فیل مانند یک آهنربا بسیار جزء مهمی هسته همین نور آفتاب به دام مندازه به دام انداختن نور آفتاب خب حالا این نبات ما برای از که عمل فوتوسنتز انجام بده علاوه بر نور آفتاب به چیزهای دیگه هم ضرورت داره کاربون دایوکساید هسته آب هست و کمک نور خورشید در دا داخل کلورو پلاس برای ما و شما چی می سازه؟ اکسیژن و یک ترکیب عالی بسیار یک مولکول عالی بسیار مهم به نام گلوکوز گلوکوز حالا که این چگونه ای ساختار انجام میشه ای تعامل کیمیاوی چگونه پیش میره را هم در سالهای بعد میخوانیم فقط این به خاطر داشته باشید که اینها کاربون دایوکسایت از محیط میگیره آب از ریشه جذب میکنه طبق پدیده آسموس نور خورشید هم از آفتاب میگیره برای ما و شما اکسیژن تولید میکنه و ترکیب عالی به نام گلوکوز که یه همون قند یا به عبارت یک ترکیب عالی هسته حالا موجودات موجودات زنده گیاه خار می و گیاه مصرف می کنه ای گلوکوز وارد بدن اونا میشه میره در یک ارگانول دیگه که انشالله در فصلهای دیگه با او آشنا میشیم به نام مایتوکندریا اونجی تعاملات کیمیاوی را انجام میده و انرژی تولید میکنه و این انرژی صرف فعالیت های بیولوژیکی موجود زنده میشه خب شاگردای خوب ما امیدوار هستم که خسته نشده باشید امروز چیزهای خوب زیادی را با یک دیگر یاد گرفتیم وارد شدن و خارج شدن گازها را یاد گرفتیم پدیده انتشار را یاد گرفتیم شاداب بودن نباتات چلمک بودن و پژمرده بودن نباتات فامیدیم از نظر علمی و یک پدیده بسیار مهم فوتو سنتز خاندیم اگر کدام جایی برای شما سوال پیش آمد از طریق شماره واتساب 20964 780 255 40 13 با ما در تماس شوید سوالاتتان را بپرسید ان الله که ما به سوالات شما پاسخ بدیم و جلسه بعدی ما شما را مثل امروز حاضر و سر حال ببینیم همه شما عزیزان به خدای بزرگ می سپارم خدا یارو نگهدارتان